سلام به همه، امروز با طرز تهیه کیک شکلاتی در خدمت شما هستیم. همه توی یه ظرف 1¾ فنجان معادل 220 گرم آرد بریزید. دو فنجان یا 400 گرم آرد شکر. یک دوم قاشق چایخوری نمک. یک قاشق غذاخوری بیکینگ پودر و یک قاشق وانیل. 6 قاشق غذاخوری پودر کاکائو. و حالا هم بزنید. دیویست میلی لیتر شیر اضافه کنید و بعد از 1/2 فنجان روغن استفاده کنید. 2 عدد تخم مرغ و 2 مرتبه هم بزنید. حالا 1 لیوان آب جوش اضافه کنید و 2 مرتبه هم بزنید. حالا قالبتون رو آماده کنید. اول با یه تیکه کاغذ آشپزی کف قالب رو میپوشونیم و بعد جدارش رو سوار میکنیم تا اینطوری چیزی از قالب ما نشکه. حالا میتونین بخش اضافه کاغذ رو با استفاده از قیچی ببرید. اما همچنان بذارین بخش کوچیکی از کاغذ بیرون بمونه. حالا خمیر کیکتون رو توی قالب بریزید و بعد اونو برای مدت 45 دقیقه در فر روی دمای 190 درجه سانتیگراد بگذارید. و حالا کیک ما آماده است. اجازه بدین تا حرارتش رو از دست بده و اونو از قالبش در بیارید. حالا کیک رو به 3 لایه برش بزنید. از 200 گرم گردو استفاده کنید و اونو خوردش کنید. حالا 120 گرم شکلات تلخ رو آب میکنیم و با 200 گرم کره و 200 گرم شکر هم میزنیم. بعد 1 لیتر شیر، 1 قاشق غذاخوری وانیل و 2 قاشق غذاخوری نسکافه اضافه میکنیم. حالا 2 قاشق غذاخوری از آرد ذرت به همراه 1 کم شیر قاطی میکنیم. بعد از آماده شدن اونم اضافه میکنیم و به هم زدنمون ادامه میدیم. بعد گردوها رو اضافه میکنیم و بعد مایه پر کردنی ما آماده است.
داخل قالبتون رو با یک فویل آلومینیومی بپوشونید. باید مطمئن شین که محکمه و جدا نمیشه تا چیزی ازش چکن نکنه. موزه کامل رو تکه تکه کنید و اونا رو له کنید. حالا اولین لایه کیکتون رو داخل قالبتون می‌ذارید. که آماده کردین استفاده کنید و اونو روی لایه اول بریزید. بعد نصف موزهای له شدتون رو بهش اضافه کنید. بعد از اتمام کار میتونین لایه دوم رو روی لایه اول بگذارید. دوباره به همین شکل مراحل رو برای لایه دوم هم تکرار کنید. و در نهایت لایه آخر کیک رو هم روی بقیه لایه ها قرار میدیم. حالا باقی مونده مایتون رو روی لایه آخر کیک بریزید. مایه رو پخش و یک دستش کنید. از اتمام این کار قالبتون رو بپوشونید و اون رو داخل یخچال بگذارید. و حالا دیگه کیک ما آماده است. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. اگه از این ویدیو و یا سایر ویدیوها خوشتون اومده حتما لایک و سابسکرایب کنین و فراموش نکنین که اگر پیشنهادی دارین حتما برای ما تو بخش کامنت ها بنویسین. خیلی ممنون و تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.